سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 23 مای تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. خطای با وعده 50 میلیارد دلار بازیگر رقم یک در آسیای مرکزی میشود. لاتوکوب بیش از 100 دانشجوی تاجیک از سوی مقامات روسیه. 14 میلیون پول دولت را از آن خود کردند. پرونده به ضد 3 رهبر شرکت سقورتا. دکان و معاون دکان رشته تاریخ دانشگاه خوجند با پوره به دست افتادند. هواپیمای مسکو کولوب پرواز را قطع کرده در فرودگاه سمارا نشست. و اکنون تفصیلات خبرها. نشست یکم سران کشورها در چارچوب چین و آسیای مرکزی که 18 مای سال 2023 در شهر سیان خطای دایر شد، به باور بسیاری از ناظران امور تناسب نیروها را در خریطه بازنگر بین المللی فعال در صحنه این منطقه جدا تغییر داد و خطای با استفاده از ضعیف شدن روسیه توانست نقش بازیگر رقم یک و پشتیبان اساسی رژیم های حاکم در این قلمرو را از دست مسکو بگیرد و به خود اختصاص بدهد. بنا به خبرها خطای در جریان نشست سیان با دولت های آسیای مرکزی وعده 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری داده است. برای مثال تاجیکستان به شکل گرانت از پکین باز 50 میلیون دلار دریافت کرد و یک بانک خطایی برای ساختن نیروگاه برای تاجیکستان حیاتن مهم روغون 500 میلیون دلار میدهد. به ساختن نیروگاه روغون دوشنبه نمیتواند نه تنها به اجرای نقشه های مربوط به رشد اقتصادیش امید بندد، بلکه توانی حتی با نیروی برق تامین کردن اهالی خود را دیگر ندارد. ولی اونجا که تاجیکستان و قرغیزستان دو کشور خرد ضعیفتر آسیای مرکزی از خطای به دست آوردند، نظر به اونچه که پکین به دو کشور بزرگ این منطقه ازبکستان و قزاقستان وعده داد خیلی نوچیز به نظر میرسد. از جمله خطای به ازبکستان در عموم 41 قرارداد به مبلغ 25 میلیارد دلار به امضا رساند که نقشه های بزرگ چون ساختن سلسله نیروگاه ها در ولایت نمنگان و توشکند، بنیاد خطای برق، خریداری لگماتیف ها برای روی اوهان، ساختن کارخانه های ماشین سازی و الکترومبیل را در بر می گیرد. همین طرف پکین به قزاقستان وعده 22 میلیارد دلار سرمایه داده است که تفصیل کارخانه های نفتی شمکند و لوله نفت و خطای، بنیاد کارخانه کارکرد مس و یک کارخانه ماشین سازی از عمده ترین طرحهایش می باشند. ماه مارس سال جاری رئیس جمهور خلقی چین سی جین پینگ خبر داده بود که پکین ماه می در نخستین سامیت چین و آسیای مرکزی یک نقشه بزرگ رشد مناسبت های بین چین و آسیای مرکزی را با رهبران این منطقه در میان میگذارد. ناظران امور بر اینند که در نشست سیان خطای با استفاده از ضعیف شدن روسیه در پی در بوندنش در بطلوق جنگ اوکراین بار اول تلاش کرد تا نفوذ خود را بر کشورهای آسیای مرکزی. این نوبت بدون ملاحظه به فکر و نظر مسکو بازم تقویت داده، جای روسیه را در مقام شریک رقم یک برای دولت های این منطقه تنگ تر کند. پکین تا کنون در تفسیر طلب هایش در آسیای مرکزی با توجه به واکنش های مسکو اقدام میکرد، ولی ضعیف شدن روسیه در این عرصه خیلی دلیل ترش کرده است. کارشناسان نتیجه های نشست سیان را قدم اول بدون بینابت گرفتن نظر مسکو در آسیای مرکزی گذاشته خطای میشمورند و میگویند باید منتظر قدم های نو به نو و باز هم بیباکتر پکین در این قلمرو نفوذ تاریخی مسکو شد. از این رو برخی ناظران امور موج نوی افزاینده تعقیبات و فشار بالای مهاجران از آسیای مرکزی را که روزهای اخیر در شهرهای گوناگون روسیه به نظر می رسد، به نتیجه های نشست یکم سران خطای و آسیای مرکزی در شهر سیان و با وعده 50 میلیارد دلار سرمایه کشورهای این منطقه را نظر به روسیه به خود نزدیکتر کردن خطای ربط می دهند. یک گروه دانشجویان تاجیک دانشگاه دولتی شهر کمسومولسک که لب دریای امور در کشور خبروفسک منطقه شرق دور روسیه به رادیوی آزادی شکایت کردند که بیش از 100 نفر آنها از جانب مقامات امنیتی و حفظ حقوق روسیه بهرمانه لاتوکو و شکنجه شدند. دانشجویان میگویند هرچند در خوابگاه دانشگاه طالب علمان از کشورهای دیگر نیز بسر میبرند، ولی هدف رید صبح 19 مای فقط دانشجویان تاجیک بودند. از این قبل درباره رید مقامات روسیه به ضد مهاجران تاجیک در شهرک
کتلنیکی در کنار مسکو و در شهرهای دیگر خبرها به دست رسیده بود. برخی ناظران امور تخمین میزنند که این موج نوی تعقیبات و فشار میتواند به نتیجه های نشست یکم سران خطای و آسیای مرکزی در شهر سیان رب داشته باشد که خطای در آن نشست به کشورهای آسیای مرکزی وعده قریب 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری داده، عملا خود را بر این دولت ها حتی از روسیه هم نزدیک تر ساخت. مقامات روسیه و سفارت تاجیکستان در این کشور تا حال برای ضد دانشجویان تاجیک در شهر کمسمولسک لب دریای امور را شرح ندادند، ولی به گفته دانشجویان رید مقامات صبح بر وقت جمعه 19 می سال 2023 در خوابگاه دانشگاه و زمان صورت گرفته است که دانشجویان برای رفتن به درس آمادگی می دیدند. یکی از دانشجویان که به دلیل های امنیتی نخواست نامش ذکر شود، روز 22 می به رادیوی آزادی نقل کرده است که نیروهای آمان و فسب به خوابگاه آمده نخواست کامراهای نظارتی را خاموش نمودند و دانشجویان را که هیچ عمل خلاف قانون نکرده بودند بی‌رحمانه زدند. به قبل مصاحبه رادیوی آزادی نظامیان نقاب‌پوش با تپانچه و الکتروشوکر مسلح بودند و دستپوشک‌های کستت‌مانند داشتند. هر نفری که سبب زدن آنها را می‌پرسید مشت الوهگی میخورد. در این خوابگاه دانشجویان ملت های دیگر نیز بودند، اما تنها زادگان تاجیکستان را لتکوب نموده و تنها بعد زدن در روی و کریدور قطار ماندند و عجب پرسیدند. مصاحب آزادی افزود مقامات 6 دانشجو و وجود و تلفن های باقی دانشجویان را با خود برده، اون 6 نفر را تنها بعد بازپرسی جواب دادند. به گفته این منبع بر اثر لتکوب تقریبا 15 دانشجو مجروح شدند. قبلا نیز در دانشگاه تفتیش حجت ها از جانب نیادهای دخل دار صورت می گرفت، اما چنین برخورد بی‌رحمانه با دانشجویان بار اول روی داده است. هنگامی که جبر دیده ها به ماموریت خوابگاه و دانشگاه مراجعه کرده و سبب چنین بدرفتاری را پرسیدند، آنها گفتند که کار کردن نمی توانند. دانشجویان روز 20 می برابر پس گرفتن تلفن هایش به سفارت تاجیکستان در مسکو زنگ زده و کمک خواستند، اما در سفارت گفتند که امروز روز کاری نیست و روز دوشنبه با شما تماس میگیریم، اما تا حال کسی به ما زنگ نزده است، گفتند همصحبتان آزادی. این شکایت دانشجویان تاجیک در حالی است که روزهای آخر از گوشه های گوناگون روسیه درباره افزایش ریدها و تعقیب و فشارها به ضد مهاجران تاجیک خبرها به دست میرسند. از جمله هفته گذشته در پی مراجعت ساکنان محلی به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با شکایت از خیلی زیاد شدن شماره مهاجران تاجیک در شهرک کتلنیکی در کنار مسکو، در این منطقه نیروهای آمون رید گسترده را برو انداخته ده ها مهاجر را دستگیر کردند. در نوارا دیده می شود که چگونه چندی مهاجر از تریزه پریده و از تعقیب نیروهای آمون فرار می کنند و ساکنان محلی برعکس به نیروهای آمون برای دستگیر کردن مهاجران توصیف میکنند. در روسیه بنا به حساب ها بیش از 1 میلیون از ساکنان قابل کار تاجیکستان کار و زندگی میکنند و در مکتب های عالی و میانه مخصوص این کشور ده ها هزار طالب علم تاجیک تحصیل دارند. تنها طبق کوتا هر سال تا هزار دانشجوی تاجیک به مکتب های عالی روسیه برای تحصیل پذیرفته میشوند. بر علاوه در سالهای آخر تقریبا 400 هزار نفر در 3 سال آخر صاحب شهروندی روسیه شدند. داستانی کل تاجیکستان روز 23 می سال 2023 خبر داد که بزد مؤسسان جمعیت دارای مسئولیت مردود مرکز دستگیری سغورته متقابله شهروندان همروزاده، شمسالوزاده و اوریپوف بر اساس ماده 245 قسم 4 بند به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام تصرف مبلغ های مخصوصا بزرگ با اونها باوری کرده شده که نزدیک 14 میلیون سومانی یا حدود 430 هزار دلار رو تشکیل میدین پرونده جنایتی کشودند. از مواد پرونده برمیواد که سخن درباره شرکت میرود که ظاهرن برای پولشویی و تصرف مبلغ های بودجتی ساخته شده است. دوستونی گفت این حالتی از آن خود کردن مبلغ ها با مقدار مخصوصا بزرگ در جریان یک سنجش از جانب ریاست نظارت عمومی دوستونی کل انجام شده آشکار کرده شد. خود مؤسسان شرکت سغورته و نزدیکان و ادوکاتای آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه نشر کرده مرکز مطبوعات دوستونی کل شهروندان امروزاده، شمسالوزاده و اوریپوف با مقصد تصرف اموال غیر
از روی مسئلت پیشکی 20 اکتبر سال 2016 در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره سقوطه متقابله جمعیت دارای مسئولیت محدود مرکز دستگیری سقوطه متقابله را تأسیس دادند که آن طبق قانون مذکور و آیین‌نامه جمعیت تشکیلات غیر تجارتی می باشد. سقوطه متقابله یک شکل سقوطه است که در آن هر یک اشتراکچی هم سقوطه شونده و هم سقوطه کننده اسم می‌یابد. بعدم بنا به فرضیه تفتیشات این 3 نفر همچون مسئولان مرکز دستگیری سقوطه متقابله فعالیت تشکیلات را برخلاف مقررات قانون و آیین‌نامه جمعیت همچون تشکیلات تجارتی برا مانده تا ماه آگوست سال 2021 به قرار مجلس عمومی اعضای جمعیت که مقام عالی آن به حساب می رود مبلغ های حق سقوطوی و پرداخت سقوطوی وارد کرده 31 سوبیکت عضو این جمعیت را به مبلغ 4,672,848 سومونی یا قریب 430,000 دلار برای پرداخت مزد مهنت، اندازها، حق سهمداران، حق کمیسیونی، خراجات خواجگی‌داری، خرید سوزشواری، واسطه نقلیات، خانه و غیره خرج کرده، بازم برخلاف مقررات قانون بعد قطع فعالیت به اعضای جمعیت حق سقوطوی پرداخت نشده را بازپس نداده، مبلغ ذکر شده را که در اختیارشان قرار داشت غیر قانونی از خود و اصراف کرده، به منفعت های مال و ملک شخصان حقوقی علل خصوص مؤسسه های بودجتی ضرر مخصوصا کلان مالی رسانیدند. داستانی کل گفت مسئولان شرکت مرکز دستگیری سقوطه متقابله از جمله از خدمات علاقه 785,844 سومونی، از اگنتی تامینات اموال مخصوص 480,500 سومونی، از مرکز اداره لایه ادارکنی ذخیره ها 461,988 سومونی، از اکادمی علم ها 235,643 سومونی، از کفده آب و کاریز شهر دوشنبه 216,190 سومونی، از خدمات مهاجرت 194,130 سومونی، از دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان 185,000 سومونی، از پژوهشگاه دولتی لایه‌کشی و زمینسازی تاجیک زمینساز 140,000 سومونی، از اگنتی خواجگی جنگل 93,450 سومونی حق سقوطوی دریافت کرده این مبلغ را از آن خود کردند. دوستونی گفت با نظر داشت اون که در کردارهای همروزاده، شمس‌الله‌زاده و اوریپوف علامت های ترکیب جنایت موجود می باشد، نسبت به آنها از روی بند به قسم 4 ماده 245 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده، با آنها بر اساس این بند قانون برای تصرف مبلغ های مخصوصا بزرگ همچون جزا جریمه به اندازه از 1824 تا 2700 نشاندینده برای صبح ها یا محروم ساختن از آزادی به مدت از 10 تا 15 سال با محروم کردن از حقوق اشغال منصب های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به مدت تا 5 سال جزا تعدید می کند. درباره اینکه آیا این مسئولان شرکت مرکز دستگیری سقوطه متقابله چگونه به چنین آسانی به چنین مبلغ های بزرگ بودجتی دست یافتند و آیا در اینجا مسئله زبان یک کردن آنها با برخی از مسئولان دستانشان نپاک این کارخانه های دولتی نمی رود؟ دادستانی در این اطلاعیش چیزی نگفته است. بر اساس معلومات نشر شده در سامانه بانک ملی، شرکت مرکز دستگیری سقوطه متقابله 2 دکبر سال 2016 تأسیس یافته، اجازت نامش در اساس حالنامه دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه از صحنه 9 مارس سال 2021 بیکار کرده شد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. ابراهیم جبارزاده و نورعلی شکوروف، دکان و معاون دکان رشته تاریخ و حقوق دانشگاه دولتی شهر خوجند، با اجام گرفتن پوره از یک دانشجوی خارجی دستگیر شدند. در این باره اکبر شریفی، سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سغد، در نشر نوبتی برنامه ملیسی خبر میدید شام 21 مای سال 2023 خبر داد. نظر خود دستگیر شدگان یا نزدیکانشان به این ماجرا دسترس نیست، ولی اکبر شریفی خبر داد که معاون دکان رشته تاریخ و حقوق نورعلی شکوروف در اساس مسئلیت پیشکی با دکان این رشته ابراهیم جبارزاده برای به طور مثبت حل کردن جنبست نیم ساله اول از یک دانشجوی خارجی سال سیوم که در رشته تاریخ و
بخش غایبانه تحصیل میکرد پورا طلب کرده است. اما این دانشجو که به خوب سپردن سنجش و امتحانهای نیم ساله و قرضدار نبودنش در جنبست نیم ساله مطمئن بود که از تماجوی رهبران رشته تاریخ به جان اومده از نویلوجی به مقام و شکایت کرده است. جالب اون است که معاون دیکان رشته تاریخ نورعلی شکوروف را نیمه دوم روز دوم مه سال 2023 تقریبا ساعت 15 در نتیجه برگزار کردن چاره‌بینی های فوری و تفتیشاتی کارمندان بخش پیشگیری از جنایتکاری در بین نابالغان یک جوه با کارمندان دوستانی ولایت سغد در اجرای کاریش بعد با وعده بود کردن کارش از دانشجوی خارجی گرفتن 1500 سومونی دستگیر کردند. در گزارش نشر شده نمایش داده شد که چگونه شکوروف از جای به درون کستیومش این پول پاره 6 دونه 200 سومونی و 3 دونه 100 سومونی را بیرون آورده به مقامات می سپارد. این پول ها همچون دلیل شایی مصادره گردیده به پرونده دوخته شدند. در جریان تحقیق معلوم شده است که معاون دیکان این تماجوی را در اساس مسلط پیشکی با دیکان رشته تاریخ نامزد علم دتسنت ابراهیم جبرزاده انجام می داد و پول های را که از دانشجویان همچون پاره تمام می کرد بعدم با دیکان تقسیم می کرده است. به ضد دیکان رشته تاریخ و معاون او بر اساس ماده 319 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی باز کردند. با اونها تا 5 سال زندان با محروم کردن از حقوق اشغال منصبای معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به مهلت تا 3 سال تعدید میکنند. ولی تجربه دادگاه های تاجیکستان نشان میدهد که اکثر منصبداران با پوره به دست افتاده در نهایت با پرداخت یگان جریمه از جوابگری جدیتر آزاد کرده میشوند. باور میرود که چون این پرونده ها در عوض پوره حل و فصل میشوند. نظام معارف در تاجیکستان به خصوص مکتبای عالی از فسادزده ترین نهادها به شمار می روند. خود تاجیکستان نیز در گزارش های بین المللی در قطار فسادزده ترین کشورهای دنیا نام برده می شود. روز شنبه 20 مه سال 2023 هواپیمای تمغه ایرباس 321 که به شرکت روسی هواپیمایی اورالسکی اویالینی تعلق دارد از شهر مسکو به شهر کولوب در جنوب تاجیکستان پرواز می کرد، مجبور شد که پروازش را در نیمه رو قطع کرده در فرودگاه کرموچ شهر سمارا بنشیند. تلگرام کانال اوی اینسیدنت که حادثه های فوق‌العاده هوایی را پیگیری میکند خبر داد که سبب نشست فوق‌العاده این هواپیما بد شدن احوال یک زن حامله مسافر شده است و در نتیجه سرخلبان تصمیم گرفته است که در یگان فرودگاه نزدیکتری بنشیند. گفته می شود در خبر این نخستین موردی در فرودگاه سمارا نشستن هواپیماهایی که بین روسیه و تاجیکستان پرواز می کنند نیست. تازه یک هفته پیش روز 15 مه سال 2023 هواپیماهایی که از فرودگاه دمدید و شهر مسکو به دوشنبه پرواز می کرد به دلیل بد شدن احوال سلامتی یکی از مسافرانش مجبور شد که در کرموچ فرود بیاید. ماه مارس با این سبب بد شدن احوال سلامتی یکی از مسافرانش هواپیمایی که از خوجند به فرودگاه ژوکوفسکی پرواز داشت نیز در کرموچ نشست. در هر سه حالت ماشین یوری تاجیلی تا دم در هواپیما آمده به مسافران بیمار کمک خود را رسانیدند و سپس هواپیماها به پرواز خود ادامه دادند. شام 21 مه سال 2023 تخمینا ساعت 25 دقیقه راننده ماشین تمغه تویوتا کارولا زاکروف حکمت الله سال تولدش 1978 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چناق در حدود نویه شهرستان از روده دوره وسطه نخلیات نبر آمده به سمت مقابل حرکت بر آمده به ماشین بورکش تمغه مرسدس بنز تحت دوره راننده عثمانوف شرف سال تولدش 1985 ساکن شهر استرفشم برخورده است. در نتیجه راننده ماشین تمغه تویوتا کارولا جراحات های جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اینچنین مسافر ماشین مذکور ایسای و گل نورا سال تولدش 1984 و خورسول زوکروف عبدالله سال تولدش 2018 ساکنان شهر ایسار جراحات های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوعه شومنصور عریضه مرد 28 ساله ساکن شهر بختر وارد گردید است که ماه دکبر سال 2022 در حدود نوعه شومنصور جوان 20 ساله ساکن نوعه رودکی با روی فریب به باوریش در آمده از او 10,000 دلار امریکایی گرفته وعده داده است که از شهر دوبای برایش
یک عدد افتماشین تمغای مرسدس بنز 2010 سال برورینش اوورده میدید، اما نمبرده مبلغوی بدست اووردهش رو به منفعت شخصیش صرف نموده او رو فریب داده گشته است. اینچنین نمبرده ماه دکمبر سال 2022 در حدود نویش چون منصور با روی فریب به باوری مردی 33 ساله سکن پایتخت در اومده از او 80,000 سومانی گرفته وعده داده است که از شهر دوبای برایش یک عدد افتماشین تمغای تویوتا کارولا 2012 سال برو ریشش اوورده میدید، اما نمبرده مبلغوی بدست اووردهش رو به منفعت شخصیش صرف نموده او رو فریب داده گشته است. همین طریق زمی برگزار نمودن چوربینی های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 47 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلوبی دستگیر کرده شد. نمبرده 16 اکتبر سال 2023 در حدود شهر دوشنبه با روی فریب به باوری مرد 42 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او 153,000 سومانی گرفته وعده داده است که در مدت دو هفته مبلغش را برمیگرداند، اما تا حال مبلغش را برنگردانیده او را فریب داده گشته است. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه دنقره با عریضه مرد 34 ساله ساکن نویه مذکور مراجعه نموده است که شب 20 به 21 مه سال 2023 شخصان نامعلوم با روی پنهانی از نزد منزل استقامتیش یک سر چوروای کانون شغدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسمی شده 7000 سومانی را تشکیل میدید. هنگام گذرانیدن چوربینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور نابالغان 17، 14 و 13 ساله که یکی ازشان پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سوق شده است ساکنان امین نویه صادر نمودند. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید. www.bomdod.com خوش باشید.